خواه چه خبر روز؟ کجا بودی؟ والا با امرالله رفته بودیم محضر، دیدم نزدیک شما این، گفتم یه سری بهتون بزنم. محضر واسه چی؟ هیچی ریحانه جون، داداشت چند وقته هی اصرار میکرد که خونه رو بزنه به نامم. بالاخره کار خودشو کرد. یعنی خونه رو زد به نامت؟ بله، هرچی گفتم امرالله نیاز به این کارا نیست، من یه ماشین به نامم، بس خونه به نام تو باشه. گفت نه، من هرچی دارم مال توه. اینقدر اصرار کرد که راضی شدم دیگه. پام از خدا خواسته، با دومت گردو شکستی ها؟ نه بابا، من اصلا این چیزا برام مهم نیست. تو که راست میگی. ای مامان اینا. الو جانم مامان. باشه باشه الان میام. قراره شیرینی ماشین شام بریم بیرون، اومدن دنبالم، پس با اجازتون من دیگه میرم. سلام برسون. بزرگیتونو میرسونم. خدافظ. خدافظ. اوه مامان این داداشم رو لام پاک عقلشو از دست داده. خب واسه چی برداشت خونه و ماشینو زده به نام این افریت خانوم؟ اینم شانس ماست مادر. اون بابای بی خاصیتت بعد از 40 سال زندگی یه پاش رفت گوره، هنوز میترسه یه دنیا اون خونه رو بزنه به نام من. اون وقت این داداش احمقت هر چی داشت اون داداش زده به نام سنش. ای خدا، بگیر اون شمارهشو بگیر بده به من کارش دارم. یلا بفرما. بده ببینم. الو سلام مامان. سلام و زهر ما پسر احمق. ببینم مگه تو پدر نداری مادر نداری که همینجور سر خودت غلطی دلت میخواد میکنی؟ چی شده مگه؟ چی شده؟ خادگه میخواستی چی بشه؟ واسه چی باید باشه خونه زندگی رو زدی به نام زنه؟ خب زنم مادر مگه چیه؟ خب پس اگه همون زنت، پس فردا با اردنگی از خونه پرتت کرد بیرون، نه یا اینجا کاسی چه کنم دستت بگیری ها؟ فهمیدی یا نه؟ چی شد ماما؟